روز بیکران پاینده ایران خلا خیلی خوشحالم که اولین برنامه سال 2024 رو براتون اجرا میکنم بعد از توافق ایران و عربستان یک موجی رو, رو انداختن حامیان جمهوری اسلامی که وای دیدید ما رفتیم و اقتدارمون رو در حقیقت از همون جنس سخنانی که وای خون محور مقاومت اینجا نتیجه داد و عربستان اومد دستبوسی و اصلا ما همون لحظه یک برنامه زنده ای گذاشتیم و گفتیم که این داستانش چیست و عربستان در حقیقت با این صلح جمهوری اسلامی که کارت بازیش قدرت نظامیش بود و خل اصلاح کرد و ما اینو مثلا رو گفتیم خب یه تعبیری میشد که شاید ما از روی لج و لجبازی از روی اینکه اکنون با جمهوری اسلامی سر لج افتادیم دوباره شرطی داریم نظر میدیم بعدا اسنادی که هی, هی منتشر شد ثابت کرد برای اهل خرد اهل فن ثابت کرد که نه ما از رو بغض و کینه و از روی لج و لجبازی و اینا حرف نمیزنیم یکی از اون اسناد و سفیر سابق ایران در اردن آقای مسلح زاده اومده مطرح کرده این برنامه رو تقدیم میکنم در سال جدید به چند نفر به آقای رائفی پور به تحلیلگران مذهبی یا اون چپگرای احمق تریاکی که توی لندن میگفت بله این نتیجه خون محور مقاومت ارتباط بررسان صحبت های سفیر سابق ایران در اردن از سوپر حزب داخل ایران آقای مصلح زاده رو تقدیم بهتون میکنم که مسائلی رو بیان میکنه در ارتباط با عربستان که خیلی حقایق روشن میشه و ثابت میشه برای بینندگان ثابت قدم ما ما شرطی اینجا موضع گیری نمیکنیم اگر موضع های ما اه امروز سر 80 درجه با موضع های ما در باب قبل از محسا امینی تغییر کرده این تغییر رو باید در واقعیت های میدانی جستجو کرد واقعیت های میدانی کشور ما بسیار متناقض و ما متناسب با این تناقض مجبور میشیم دائما موزه های خودمون رو به کنیم در باب عربستان و ارتباط ایران با عربستان ما حرفایی رو زدیم یک سال پیش که امروز حرفای ما همه ثابت شده و از زبان آقای مستزاده سفیر ایران در اردن سفیر سابق ایران در اردن بشنویم گوش کنیم همین دیروز من گزارش رو میخوندم عربستان هنوز حتی یک تقاضا برای سرمگذاری در ایران بعد از این همه ما یه تقاضا نه عملا یه تقاضا برای سرمگذاری در ایران نداده بعد از اون توافقی که انجام شد وای ما رفتیم با عربستان توافق کردیم ما گفتیم آقا این توافق عربستان صرفا بابت ارتباط گستردهش با چین و قراردادهای بزرگی که با چین داره در چارچوب اقتصادی می‌بنده 15 ابر پروژه‌ای که داره نگران حملات ایران و حوثی‌هاست به مانند اتفاقی که در استانه بقیق رخ داد و با این آشتی داره میره که کارت نظامی ایران و گروه نیابتی ایران حوثی‌های یمنو خنسا کنه در راستای خنساسازی قدرت نظامی ایران صلح کرده چون در راستای درگیری نظامی خب برای هشت سال در باب حوثی های یمن دستاوردی نداشت سپتامبر 2019 رو تجربه کرد در استان بقیق و پالایشگاه نفتی آرامکو رفت هوا و با این آشتیه در حقیقت ایران خل اصلاح کردن اصلا نیومده با ایران آشتی کنه که آشتیه با اصالتی بکنه که آقا بیاد مثلا در می... الان آقای مستزاده میگه عربستان بعد از این قرارداد حتی پیشنهاد همکاری اقتصادی نداده اصلا عمل ولش کن پیشنهاد نداده دوباره همین دیروز من گزارش رو میخوندم عربستان هنوز حتی یک تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران بعد از این همه ما یه تقاضا نه یه تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران نداده دقیقا مثل مثل برجام مثل برجام ما گفتیم که خب چی شد صبر کنید شما عجله داریم هر اون باق باغ گلابی نداده شما میگید گلابی میخواین صبر کنید یه خورده خب تا کی تا کی میخوایم فریب بخوریم برگشت هم الان هنوز یمن تو محاصره است یعنی فرودگاهشو همه حالا همون چیزی هم فقط آتش خیلی چیز انجام داده یا آتش خیلی بس خیلی غیر که دارای اصالت نیست با یمن انجام داده یمن همچنان در محاصره عربستانه ایشون داری میگه مرزهای خاکیش غیر از مرز دریاییش و هنوزم هم پولش هم مشکلی داره و نتونستیم حل کنیم و یمن همینطوری مونده ها یعنی نمیدونم چه تعلیمی به کار ببریم بگیم آچمه بگیم هر چی اسمش یمن در این حالته شما فکر کردیم یمن مشکلش حل شده همین الان نمیتونه حقوق کارمنداشو بده به خاطر اینکه عربستان مشکل داره توی عمدن مشکل گذاشته تو انتقال پول اجلاس او آیسی رو ما تشکیل داریم درخواستش از طرف ما بوده که بریم ما به قضیه رسیدگی کنیم اجلاس تشکیل شده یه گروه سی تن که تو اجلاس گروه نمایندگی از این 57 کشور حالا در باب قزر دارم میگم یمن که هیچی یمن که الان همونجوری یه حالت کاملا آچمت شده یه قیچی قرار گرفته یه حالت عرق اره قرار گرفته که برن مذاکره کنن برای آتش بست قزه خب به طور طبیعی کی باید تو این گروه مدیریت کنه گروه رو ایران که طراح اصلی قضیه است نه فقط مدیریت است اصلا ایران حذف کرد سعودی تو لیست خب حتی ایران و سر جلسه قزه عربستان هست کرده ببینید من خیلی اصرار دارم حالا چون یه بخشی از اپوزیسیون منو فوش میده یه بخشی از هواداران نظام منو فوش میده نمیدونم چه سیستمیه در کشور ما هرکی یه تیم فوتبال ورداشته و فضای سیاسی ما رو فوتبالی کردن اینکه آدم باید به یه چیزی عقیده داشته باشه حالا یه راستی یا چپی تو اون راسته ولی واقعیت های میدانی رو وقتی خب یکی میگه چرا فوش میده نمیفهمم یه عمری هواداری رضا پهلوی منو فوش دادن چرا به شازده ما گفتی بالا چش در ابرو خب شازده تونه دیدیم چیکار کرد دیگه واقعیتاش واقعیت ها شدی بعدا همون حرفایی که ما میزدیم بعدا خودتون گفتید این عقب افتاده دیوانه سعید سکویی بعدا صفر تا صد حرفایی ما رو رفت هم بدترش هم گفت به رضا پهلوی ببینید ما واقعیت های میدانی در مورد ای هم همینه در مورد اتفاقات منطقه ما وقتی که گفتیم که آقا این ارتباط با عربستان که شکل گرفته است این کاذب است این اصالت نداره بعضی تعبیر کردن که آقا ما داریم شرطی نظر میدیم مگه ما عقب افتاده های سوپر حزب هوادار خامنه مگه ما عقب افتاده های کت شلوار کراواتی هوادار رضا پهلوی مگه ما عقب افتاده های ریش زده سیبیلو قیافه های حچل هفت هوادار خانم مریم رجویم مگه ما دوزاری های دنبال روی مصدق سلطنه ایم همه رو زدیم آقا همه بدن تو خوبی آره به خدا آره به جون مادرم <تصفح> چی به چجوری بگم همه اینا توی دنیای خودشونن ما داریم دنیای واقعی رو بررسی میکنیم و شما برید هر کدوم از اینا ببینید آقا شما طیف مصدق سلطنه که جزایر سگانه رو اون موقع در روزنامه باختر امروز علی شاه اومد نوشت و گفت این جزایر از آن اماراته چجوری میتونی کنارش وایسی مجاهدینی که کنار صدام وایسادن چجوری میتونه میتونی کنارش وایسیدی آقای رضا پهلوی که اشل ادلسون میگه که آقا بمب اتم بریزی سر ایران حالا اون چی برگشت کنار آقای عبدالله محتدی میشینه و منشور تجزیه طلبی مینویسه اینا اصلا اینکه میگه که آقا جا من سر کارتون گذاشتم و از, از, از تظاهرات مردم داخل ایران فاکتور میکنه بره فان بگیره چجوری میتونه میتونی کنارش وایسی اینا سوال دیگه کنار خامنه ای که کشور رو در برای یک هجاب به باد داده چجوری میتونی وایسی منم خب اگه این تجربه رو دارم بالاخره رفتم با همه اینا تلاش کردیم با بخشی یه مدتی با این دوستان مصدق السلطنه یه هشت نشری داشتیم به جز مجاهدین خلق با حتی با مجاهدین خلق هم من تو زندان تو اتاق یک یه هشت نشری داشتم همه اینا باطلن هم. خب واقعا تجربه کردم موارد که تو آسیاب سفید نکنی بعد بری بگردی جستجو کنی دیگه جستجو کردیم پس ما رو هوا حرف نزدیم ما وقتی که داریم میگیم آقا ارتباط با عربستان در این دور جدید یک ارتباط کاملا فیکیه و جمهوری اسلامی داره به قهقرا میره ارتباطاتی که داریم میگیره هیچ کدوم دارای اصالت نیست از همین جنسه در سال جدید تو رو خدا دیگه ما رو کمتر پیر کنن خیلیا ما چیزی حتی به ضررمون باشه میگیم بله یه جایی اعتراف میکنم کار رسانه است ماهیت رسانه است دیدم در جای خانم عزیزی گفته بود که آی امید دانا چرا قبلا بدی قرب رو میگفت الان خوبی قرب و میگه چه جوریه اون موقع که بدی غرب را میگفتیم درست میگفتیم و میگفتیم آقا ما داریم بدی غربی رو بدی غرب رو برجسته میکنیم خوبیایی هم داره غرب که الان به من مربوط نیست تو مسیر من نیست که بگم ولی دارد الان داریم خوبی های رو میگیم چون الان نیاز است که بگیم و این به منزله این نیستش که بدی نداره ولی الان خوبی های غرب به کار من میاد که بگم این ماهیت رسانه است که شما یه چیزی رو برجسته میکنی یه چیزی رو تقلیل میدی یه چیزی رو جلوی چشم میاری یه چیزی رو از جلوی چشم پنهان میکنی این ماهیت کار رسانه است و منم نمیتونم وقتی در بستر رسانه دارم کار میکنم از این استانداردهای رسانه بخوام دور باشم ولی این به منزله دروغ گفتن نیست بنده هیچ وقت دروغ نگفتم اعتراف میکنم یه جاهایی یه چیزایی رو لازمه همین الانم هم این کار رو میکنم بیشتر جلو چشم میارم یه چیزایی هم بر اساس اون منافع ملی یا راهی که داریم میریم مسیری که داریم میریم استراتژی و تاکتیکی که داریم یه چیزایی هم از در... جلو چشم دور میکنم ولی این به منظری دروغ گفتن نیست هم اون موقع که بدی قرب را گفتیم درست گفتیم هم الان که خوبیشو میگیم درست گفتیم هم اون موقع اشاره کردیم خوبی هایی دارد ولی الان ما نیازی نمیبینیم بگیم هم الان میگیم بدیهایی دارد و نیازی نمیبینیم بگیم این به منظره دروغ گفتن نیست خیلی نکته مهمیه ما باید ماهیت رسانه رو بشناسیم ولی یک چیزی که خط قرمز منه اینه که من واقعیت میدانی رو تحریف نمیکنم واقعیت میدانی رو دروغ نمیگم ولو بذارم باشه اعتراف میکنم میگم بله مثلا سر رای دادم به روحانی من یه حمله ای کردم به مردم برنامه من هم گفتم میخوام این حمله ای که ما به مردم کردیم به روحانی رای ندید بنا بر هزاران به حال پازل دیگه ای که وجود داره ما یه مقدار شیکم سیری صحبت کردیم من از اون آدمایی که بهشون توهین کردم تو اون مورد معذرت میخوام یعنی اینا نکاتیه که ما باید کنار همدیگه بزنیم یه مقدار پخته تر عمل کنیم ولی این صحبت های سفیر سابق ایران در اردن ثابت میکنه ما در تیم رودس نه مالکشی میکنیم نه دروغ میگیم نه شرطی موضع میگیریم و ایشون داره میگه رابطه با عربستان هیچ تمام شده رفت و عربستان فقط با اون صلحش کارت بازی نظامیگری ما رو رفت و خونسا کرد پاینده ایران شب و روزگار خوش و امیدوارم حالا در سال نو میلادی هم همتون روزهای خوبی رو در کنار خانواده عزیزتون داشته باشید پاینده ایران